با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. با اجازه شما یکی دو پرده بالاتر میزنم. ببینید دوستان، ما باید جهانی فکر کنیم، جهان بینیمون رو رشد بدیم. جهان بینی خیلی مهمه، بزرگتر فکر کنیم تا اونو که بینیمون نبینیم. به قوقا و سرصدای روزنامه اون رو نکنیم، توجه نکنیم. الان امشب 6 هفته من زنگ زدم میگم آقای محمدی من همه شبکه ها رو گوش میکنم، همه سردرگمن. گفتم درسته، قبول دارم اینو، چون قبل از یک معشه یه جا میومد، اون معشه فعلا درگیر گرفتار شده، گرفتار جنگ داخلی و این برابر نشده، همه خبر رو یه جا میومد، چند تا روزنامه بزرگ بعد اینو از اون اشغال میکردن و پخش میکردن. گفتم اشکال صحبت میکنم، حالا اصلا خوب نیست امشب، اصلا رو صادقانه میگم خوب نیست الان امشب، ولی صحبت میکنم براتون، وظیفه به صحبت کنم. ببین دوستان، بحث اسرائیل اینجاست که چرا اسرائیل درستش کردن. بایدن سال 1986 گفت ما اسرائیل نبود درستش هم میکردیم، برای چی درست کردن؟ اینا کلنگ مو فقط پدرشون میزنن؟ نه، درست میکنن که کشورهای منطقه رو بترسونن، بدوشنشون، نفت ببرن، هشت دارن ببرن. در تمام دوران همیشه همینجوری بوده، چند تا گندلات درست میکردن این برای میذاشتن، بعد میرفتن تو محل که به سبب گندلات ها چیز کنن، از احالی ما اخاذی میکردن، ما های گندلات ها نگهشون داریم. این قاعده است. تو هند فتح فراوونه، تو کشوری فتح فراوونه، تو روسیه فتح فراوونه. پس اسرائیل درست کردن، سرسامش دادن، بهش اسلحه دادن، بهش پول دادن و این کار کردن که باشه اینجا و عرباش بترسونن. 900 میلیون عرب در قبال 3-4 میلیون اسرائیلی که حالا عربا پای 1,500,000,000 روسی کار دارن. پس بازی این بود. اما وقتی که کشورهای اسرائیل میان به جایی میرسن که دیگه 60-70 سال جنگ و درگیری خسته میشن، نسل جدید تن نمیده، نسل جدید سربازه نمیره، نسل جدید نمی جنگه، نسل راهی بهتر انتخاب میکنه، چرا با افسای باید جنگیم؟ میرن سراغ اونها و کاری به دولت فشار میاره که صلح کنیم. زمانی کمر آمریکا توی قصه شکست، کمر چین شکست، کمر روسیه شکست و اروپا، که اینها آمدن یک سری نسلشون با عربا ارتباط برقرار کردن، رفت آمد کردن، رفاقت کردن. خب دیگه به درد آمریکا نمیخوره این کشور، دیگه تموم شده است. اینو نقش دیگه بازی نمیکنه، پس خرجش هم نمیکنه. یا میاد کاری میکنه که کلا اینو از سر روز بر محوش کنه، میتونم دیگه بهش باج نمیده. میترسونش از اینکه مثلا شما حماس سر تا پاش چی هست که حالا اینا این همه حماس بزرگش میکنند. توی این جریانات اخیر دیدن که نه، رو جمهوری اسلامی میشه حساب کرد. اینا آخونده به بیروت و عربستان فوش دیدن، میرن اونجا زانو میزنن، کف فوشن رو ماچ میکنن. آخوند جماعت به کسی تندیده بود، بقاش رو در این میبونه که چاپلوسی کنه، تملق کنه، دروغ بگه، خلاصه با دروغ چی کاری که ذاتش هست، دست بلیه دست بیاز یرفا. پس اینه که دیدن که نه، اینا نه، اینا حساب کتاب نداره. اینا آمدن شیعه درست کردن، حزب الله ایران جمهوری اسلامی گذاشتن که شیعه رو بترسونن، از اونم سنی ها بترسونن، از اونم اسرائیل درست کردن بچاپن، خوب بچاپن از این ناظر و بسم اینها. ولی دیدن که نه، چون آمریکا چین، ببینید دوستان چی تو بگم، من یه بار گفتم گذارم که محکم باستر میکنم و ترس رو بچه بسیم کنم نمیترسم، ولی مثل این مسئله باستر میکنم. من از بهتون گفتم که چین به مقدار دلاری که در آمریکا چاپ میشه دلار چاپ میکنه، در اصل علیه اسرائیل این کاری که چرا میگن. یا این بنده خدا یه جواد سنگین چیزی چال کرده بود، هر هفته میرفت نگاه میکرد و میرفت، بعد یه نفر دنبال کرد، رفت اونجا دو چاله پیدا کرد جای جواد سنگ گذاشت رفت. آقا رفتی جوادش ما سکت کنه فلان پیش قاضی چی گویی شده؟ گفت که خب برو سنگ رو جواد چه فرقی میکنه، تو که جواد سنگ نمیکنی که. اسرائیل ما میدونیم یک سریشون تو اینها دست جدید نمیگم، قدیمی ها دوست دارن پول برن پس انداز کنن تو بانک ها بذارن، سودشو بگیرن، خرج نکنن، از آب مندار بیگوری ببینن. خب چین هم آمد زرنگی کرد این قصه، حتی به همه آمریکا به همون نسبتی که پول بلوک میکرد تو بانک ها آمده پول چاپ کرد تو بازار ریختن باید بیرون، وگرنه پولی که اینها بلاک میکنن تو بانک ها میذارن با تورم و مسئله در دنیا سر فرق میزد. بعد توی کرونا که اومد فاتحه تمام محاسبه رو خوند. خب پس الان تاریخ مصرف، روش
و منش اسرائیل برای آمریکا بس عوض دلت دیگه چیز نیست دیگه بده این آره البته دست خودش هم نیست خودش ذاتا میخواد کار کنه به نفس جواب تن نمیده نیرو میخوان اینها از کجا بیارن نفس اون نمیخواد حرفا رو تا کی کشته کشته تا کی جنگ تا کی زد تا کی ظلم تا کی این کارها حتی حماس هم نفس جواب تن نمیده الان موزه حزب الله هست بعد از اینکه که به صورت جمهوری اسلامی میخواد بزرگش میکردم پر پکان این فلان بودان گرم نه این مالی نیست به جاش که برسه که الان رسیده به نیستی رسیده پس شده و همه کار میکنه خب بیرم کنم میرسه خبر نداشته روش خبر نداشته یعنی میخواد کم کم چیزش کنم بیارم پایین به اونجای برسنه که با جمهوری اسلامی از سنه سنه روزگار هست بشه سال 1978 آلمان آمد این کار رو بکنه اونا که یادشون هست میدونم و چیم آلمان اومد رو کردها سرمایه‌گذاری کرد 100,000 نیرو میخواست برای تو آلمان دوره بهشون بده و اون شاخ کرد تو کشور منطقه اونجا که کردها تو این قضیه تن ندادن یا اینکه خواسته نتونستن متحد کنن با همین 100,000 تا رو دنیایی هم خرج کرد من میدونم چقدر خرج کرد وحشتناک خرج کرد اما جواب نداد هر کشوری واسه خودش تو منطقه یه لوخورخونه خود بذاره فرانسه در اجادر بود در مراکش گفت الان واسه فرانسه در کشور آفریقا نمیذاره ولی اینا همشون دارن چی میشن دارن خوش رو پیدا میکنن دیگه باج بیرون نمیدن ببینید حسن صبا یکی از شاهکارهای تاریخ بشریت برای ایران کرد این بود که تا زمانی که مرکش سلجوقی بود ایران بعد از حمله عرب به ایران حمله عرب به ایران به خلفای بغداد باج خراج میداد اصلاً تعیین میکرده اینقدر نیرو میذاشتن و میدادن حسن صبا دید واقعا کشور آزاد بکنه بود اولین کاری باج خراج باج خراج قطع بکنه ترکان خاطرم که خوشگل و شوهرش هم کشته بودن چیکار میکرد میرفت هر درباری میرفت هر جا بود هر کاری میکردن میکرد نه که با تنها با خلفا با سران عشایر هم میکرد هر کسی زورش دل میره باشه میخوابید حسن صبا ما چیکار کرد؟ بعد می‌خواستن بعد از مرگش سرانی برکیار سرکار زندگی درسته برکیار هم سرشدش بود اما آمد و رفت تنش برادر ناتنی مرگش سرانی تو دوستای شام پیداش کرد بدهکار بود فرار میکرد و بود که آقا بیام خود تو شاه بشی آمد و یک سری نیرو برش جمع جور کرد و عبور سر مرز ایران و عراق وارد ایران نکرد برای خلیفه بغداد پیغام فرستاد که باج خراج دیگه ایران به شما نخواهد داد رسما اعلام کن وگرنه ما حمله می‌کنیم نیرو آوردیم اینجا اونم تو باده و اونا قرب ترسید برفت قبول کرد اعلام کرد سر سایبان از زمانی که ملک شد از زمانی که حسن صبای نیرو و سر مرد اتفاق افتاد حالا اینو هم رد میدن صحبت رو و گفت باشه ما دیگه باج خراج نمیگیریم و به تمام ایران اعلام کرد نمایش از سر ایران جمع کرد برد حسن صبا کوتاه نیامد گفت از این وقت شما باید با باج خراج بدید وگرنه حمله میکنیم بازم خلیفه ترسید و قبول کرد و ایران از بغداد از خلیفه بغداد باج خراج میگرفت این پس همیشه بوده الان هم همین هست الان دو کشور دنیا هستن اینا ببینید مثلا به چکیده شما آمریکایی رو به چکیده چی هست روبش چیده اون کنستانتره چی در میاد ازش کیا بوده اینو جب شما آمریکا درست کردن خب نسل جوان دیگه اینا قبول نداره ایران هم همینطور بود آوردن ساختنش علیه شاه علیه مملکت ایران و فرهنگ گریه سازی و گریه کنی از 800 سال پیش رفت ایران 800 سال دیگه نسل جوان نمیپذیره زمین به زمان نمیپذیره نسل جدید جوان شادی رو دوست داره اگه من آهنگ میذارم فرام میذارم میخوام وقتی آهنگ هایی من کانال من نگاه میکنی سران مملکت تو کوش هستن دخ میکنن دخ هر چی شادی شاید رو قصه میخورن بگیر رو چقدر روحیه دارن خلخالی این همه اعدام کرد تعداد چه خودش نمیدونست دو نفر فاتحش خوندن تا لحظه مرگ میگفت اون دو نفر که تیمسار رحمی بود خدا بیامرزش که خسرداد بود دیدن عصبانی اومده گفتن چی آقا خودش میزد گفت خسرداد هیچ التماس هم نکرد از التماس من لذت می برد که التماس که آقا نکشم میکشت و گفت نکرد یعنی فاتحش خون الان یه آهنگ شاد موزیک و شادی هایی که هست اینا دق میگم آقا مردم کاری گریه کنن فلان کنن قصه بخورن سختی بهشون میدیم ولی میخندن
شادی میکنن میرقصن. اینها الان کردهای ما کرمانجای ما خودتون دیدین دیگه، در هر جا که هستن جشن با لباسه آنچنان لباس خیلی گرونه، ولی میکنن این کارو با دلخونی در خنده میارن تو جام روزگار سیاه کردن. خب نتیجه میخوام بگیرم که پس حکومت جمهوری اسلامی کارش تمام شد به علت این که مردم با هم متحد شدن یک دست و دست جوون دیگه رو به هیچ وجه قبول نمیکنه. هر کاری ما آمریکا بخواد بکنه، بزک دوزک بکنه، روسیه بکنه، دیگه نمیکنند، دیگه نمیکنند، چوب تو از اینجا خواهند کرد. مصاحبه داشتم با نتانیاهو همین چند پیش، گفت دنیا دست کی گفت هست؟ امپراتوری ایران. سه بار گفت امپراتوری ایران، سه بار ایران امپراتوری شده، شک نیست و خود دیگ میکنه از ایرسه، ولی ایرانی ذاتش همینه. پس میخوام بهتون بگم دوستان، گفتم دیشب جنگ اتفاق بیفته خب تاثیرات میزنن که آثار گندکاری خودشون پاک کنن، دزدی خودشون پاک کنند و اسرائیل دیگه تو خاصش تموم شد. چون تو اسرائیل بردن لو خور خور بشه، نگه بره شریک دزدی قافله باشه، بره اونها رفاقت بکنه و باز اسرائیل در به در میشن. چون اسرائیل یهودی آواره عالم عالم بودن هستن و خواهم بود، مگر نسل جدید سرکار و این اینا رو بزنید دور، نه افکار بزنید دور، رفتار بزنید دور. جمهوری اسلامی که وای که دیگه رضا میگه آقا اصلا دخالت نشه، یعنی دیگه تو تموم شد، تو هم بس اومد تمام. که من با خیلی در تماسم، میگن چی؟ من میگم منظور این دیگه شما دیگه عدد دیگه نیست دیگه، شما بازی نمیگیرن، شما دیگه از چیز خارج شد، حیث انتفاع خارج شدید. این کل من پس سوی مسئله است، چون آمریکا با جایی خرش کنه که بعد هم داشته بیده بود. سه سال 1986 بگو با اسرائیل نبود میساختیم، بایدن میگو با سی سال بلندی میگفت خرج میکنیم، اون زمان ما 3 میلیارد دلار رو خرج کردیم که دیگه بعد بایدن. سال 1980 سال بعدش و آخونده کنار اومد، کنار اومده و قبلا کن گوه حالا دیگه شما جا بگذاریم این را بترسینیم و بتیقیم و بچاپیم میشیم، همین کارم کردن. ولی الان دیگه آخر راست آقای بایدن، بایدن ها ملکه انگلیس با اون اهمتولوپش نتونست دیخ کرد، مرد. چون نه با تلا میمرد، ده سال دوازده دیگه باید میمرد، نتونست. تو که هیچی جد آبات هم نمیتونه. شما هم نسلی هستید باید برید، شما رد خارج هستید، شما هم اون دستگازی مصرف شده است در دنیا، کسی پیه این بارتون نمی کنید. همین روزا بید چه برای سرتون بردن؟ که گفت ما 6 میلیارد نمیدیم به خاطر فشار اجتماعی خود مردم، فشار دنیا، ایمیل ها، کامنت ها، فلان. به آمریکا سکه یه پولش کردن. تو کسی جنایتکاره، به دختر 14 سال رحم نمی کنه. این کارا رو میکنه، تو بهش پول بهش میدی، پس تو از اون بدتری، تو از اون کثیفتری، تو از اون جنایتکارتر هستی، تو از اون خائنتر هستی، هم به ایران، هم به کشور، هم به دنیا. تو به لعنت خدا نمیارزی، توف باید بگو صورتت و دوره توف کردم به تو. این از هنرهای اینترنت هست. خدا جد آباده اون کسی اینو ساخت بیامارده. پس کل سر نخصه اینه، بقیه مثلا برزه هاشیه، وارد هاشیه هاشیه نمیدونم، باور کن من دیدم گوش میکنم هیچ کدوی چی نمیدونم، چون اون خبرگزاری اصلیه که اونجا بود ندا شمیر داره میمیره، داره جور میده پیر سگ، ترسیده سگ ترسیده، هر چی میپرسه سال بیده جای دیگه، چون دیگه نیست، دیگه تمرکزه نیست دیگه. خود چه میدونم آخر خط رسیدن نسل شما نابود. پی آقای ندا شمیر حروم زاده، حروم لغوی کسافت، آخر بازی تلخه، پسرش تلخه، جاده آخرش خیلی دست انداز داره. نسل جدید میاد با روحیه خوب، با روحیه سالم، با فکر خوب، با ایده خوب، با فکر سازندگی، به خصوص زنها، دنیای خواهد ساخت. گرستان امیدوارم نمیرید تو زندانها بپوسید و این موفقیت رو ببینید، به خصوص این حرومزاده تو ایران، جای ایرانتونی نمیده که ما میدونیم، تو زندان ها ببینید، اخبار رو ببینید و بشنوید که راه خوب چی هست، تو جوز در میاد. خیلی ایام بکنم، روزگارتون خوش. تا که